چگونه میتوان در صلح زندگی کرد؟ در صلح زندگی کردن عزیزان حق ماست، اینو بدون، حق ما از طرف مسیح شده. جنگ با نگاهی عجولانه ایجاد می شود که قضاوت نادرست تدبیر آن می گردد و برای برقراری صلح تأمل در کلام خداست که دلهای ما را به عدالت تشویق می کند. نکته دوم، جنگ با شنیدن پیام‌های ناخوشایند ایجاد می شود که خشم و عصبانیت واکنش آن می گردد و برای برقراری صلح تمرکز به اراده خداست که سخنان ما را به نیکویی تشویق می‌کند. نکته سوم، جنگ با اندیشه بدبینانه ایجاد می‌شود که شک و ترس قلمروی آن می‌گردد و برای برقراری صلح توکل به خداست که ذهن ما را به امید تشویق می‌کند. و نکته آخر، جنگ با احساس آزرده ایجاد می‌شود. میخوایم دعا کنیم بعد از این، هم شما عزیزان و هم عزیزانی که الان روی فیسبوک با ما هستید. خواهش میکنم هر احساس آزردت رو امروز دفع کن از خودت، چون میباید در صلح زندگی کنیم. جنگ با احساس آزرده ایجاد میشود که کینه و نفرت ثمره آن میگردد و برای برقراری صلح توجه به رحمت خداست که اعمال ما را به محبت تشویق میکند. اگر ما با این احساس آزرده زندگی کنیم، حتی به عنوان یک مسیحی، زمانی که توی مشکلات قرار میگیری به خدا هم غر میزنیم و شکوه میکنیم، راه درستش رو نمیتونیم پیدا کنیم، حتی به خدا نیز ایراد خواهیم گرفت. اما وقتی فارغ میشیم از این، مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد و قوت ما نیز خواهد بود.